راه میشیم با همکارم احمد صمدی در محل برگزاری این نشست. از شما بشنویم احمد، چه اتفاقی قراره بیفته و نشست خبری کی شروع میشه؟ ریحان، از میدونیم خب 14 مهر ماه بود که جایزه صلح نوبل از سوی کمیته بین المللی نوبل به نرگس محمدی اهدا شد و امروز فردا در واقع 19 آذر این جایزه به خانواده او در غیاب نرگس محمدی اهدا میشه، در روزی که خب نرگس میخواد خودش همونطور که در خبرها اعلام کردی اعتصاب قضایی رو خب شروع خواهد کرد و این میتونه که بسیار تحت شعاع قرار بده نشست امروز کنفرانس خبری رو و همچنین روزهای آینده رو. خب نکته ای که وجود داره این هستش که میدونیم این جایزه به خاطر نرگس محمدی دومین نفری هستش که از زنان ایرانی این جایزه رو دریافت میکنه به خاطر مبارزاتی که انجام میدن برای حقوق بشر، برای ارتقاء حقوق زنان و همچنین ظلمی که به زنان میشه در ایران، و در واقع این جایزه میتونه که یک بار دیگه بیانگر این باشه که در ایران چه اتفاقاتی میفته. ضمن اینکه خب امسال برای اولین بار یک نمایشگاهی هم با نام زن زندگی آزادی در حاشیه اهدای جایزه صلح نوبل برگزار میشه که این هم خودش میتونه به نوعی این باشه که خیزش زن زندگی آزادی همچنان زنده هستش. در کنار من امید معماریان هست. دوست دارم از امید معماریان سوال بکنم در این خصوص که این دومین باری هستش که خب اشاره شد به زنان ایرانی این جایزه اهدا میشه. چقدر میتونه اهدای این جایزه کمک بکنه به اینکه صدای زنان ایران بیشتر شنیده بشه در جهان؟ به نظرم خیلی مهم هستش که در 20 سال گذشته این دومین جایزه صلح نوبل هست که یکی از فعالان زن ایرانی داده میشه. این نشون دهنده این هستش که نه تنها بحران حقوق بشر در ایران وجود داره، نه تنها مناقضان حقوق بشر همچنان دارن حقوق بشر رو نقض میکنن، حقوق اولیه انسان رو نقض میکنن، بلکه در ایران کشوری هستش که فعالان مدنی هم جنگ پایاپایی رو با حکومت دارن برای اینکه به عقب بروننش و بتونن که حقوق خودشون رو ازش اونو به دست بیارن. بنابراین از این جهت به نظر من به رسمیت شناختن فعالیتی هستش که فعالان مدنی، فعالان سیاسی، کسانی که روزنامه‌نگاران و مجموعه کسانی که جلوی ظلم و جلوی سرکوب جمهوری اسلامی ایستادن هستش، و امید این هستش که این جایزه و جوایز شبیه این بتونه که نور بتابونه به اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته، بتونه که به فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، کسانی که دارن مبارزه میکنن برای اینکه بتونن که یک ایران دموکراتیک ایجاد بکنن، اینها امیدوار بشن که به هر حال مسیرشون میتونه ادامه بده و به موفقیت برسه. سپاسگزارم از امید معماری. به زودی جلسه کنفرانس خبری شروع میشه و ما حتما این کنفرانس خبری رو به صورت لایو برای همه بینندگانمون خواهیم داشت. متشکرم احمد صمدی.